پولدار شدن افراد خنگ سریع‌تر اتفاق می‌افته. راز موفقیتشون چیه؟ برای اینکه راز موفقیتشون رو بدونید تا آخر ویدیو با من همراه باشید. روز و شب به فکر یه کار خوب، یه درآمد خوب، یه ماشین خوب، یه خونه خوب، یه زندگی عالی کار می‌کنی. زحمت می‌کشی، جون می‌کنی، تلاش می‌کنی، خسته می‌شی. ولی بازم کار میکنی. بعد یه روزی یه جایی دوست خنگ دوران مدرسه‌تون رو میبینی که چه ثروتی، چه درآمدی، چه دم و دستگاهی، و میری میبینی چه زندگی لوکسی داره. ماشین گرون قیمت زیر پاشه، یه شرکت بزرگ داره با چند صد نفر کارمند. درست همون لحظه این سوال به ذهنتون میرسه و میگین خدایا من چیم از این آدم کمتر بود که خیلی خنگ بود تو مدرسه. میدونی در واقع هیچ چیز کمتر از اون خنگ پول داره نیست. مشکل از اضافات خودته. تو درس خوندی، خیلی هم خوب خوندی تا معدلت بالا باشه، خیلی زحمت کشیدی، رفتی دانشگاه یه پروژه خوب تحویل دادی، رفتی یه جایی سرت انداختی پایین کار کردی تا حقوقت افزایش پیدا کنه، خوب کار کردی، ترفیع گرفتی، بیشتر کار کردی، اضافه حقوق گرفتی، بعد دوباره رفتی ادامه تحصیل دادی که باز حقوقت بیشتر بشه، و اومدی پولتو گذاشتی بانک تا اضافه بشه و بهش بیشتر بشه. اما میدونی راز ثروتمند شدن افراد خنگ پولدار چیه؟ وقتی تو درس میخوندی اون ترک تحصیل کرده بود، وقتی تو درس میخوندی اون شروع کرده بود یه جا کار کردن، وقتی تو درس میخوندی اون بیشتر کار میکرد، وقتی تو درس میخوندی اون فهمید چون مدرک درست حسابی نداره پس برای اینکه پول بیشتری در بیاره باید بهتر کار کنه، وقتی تو فارغ التحصیل شدی و مدرکت رو گرفته بودی دست دنبال کار این ور اونور میگشتی اون روی مهارت‌هاش کار میکرد، وقتی تو یه جای استخدام شدی اون فهمید که از مهارت‌هایی که الان داره میتونه بهتر استفاده کنه، درآمد بیشتری داشته باشه، بنابراین تصمیم گرفت بیاد برای خودش یک کسب و کاری راه اندازی کنه و برای خودش کار کنه. وقتی تو به فکر اضافه حقوق بودی اون صبح، ظهر و شب داشت کار میکرد تا پول بیشتری به دست بیاره. وقتی تو به فکر اضافه کاری بودی اون فهمید به زندگیش نمیرسه اگه همیشه همینطوری کار کنه، برای همین دو نفر رو استخدام میکنه که بیان براش کار کنن. وقتی تو به فکر یک شرکت بهتر با حقوق بهتر بودی که اونجا استخدام بشی، اون به فکر این بود که چطور دو نفر کارگر یا کارمندش رو تبدیل به 20 نفر کنه تا بیشتر درآمد داشته باشه. وقتی تو به فکر ترفیع بودی اون به این فکر بود که شرکت خودش رو ثبت کنه و به صورت رسمی شروع کنه. وقتی تو فکر مصاحبه استخدامی بودی اون به فکر استخدام کارمندای خوب بود. وقتی تو به فکر ادامه تحصیل مجدد بودی برای حقوق بیشتر که بری دکترا بگیری اون به فکر دفتر دوم شرکتش بود. وقتی تو اتفاقی اون خنگ دوران مدرسه‌ت رو دیدی با خودت گفتی خدایا مگه من چیم از این آدم کمتر بود؟ اون داشت میگفت خدایا ممنونم که شرایطم بدتر از اون بود و به من یاد دادی که باید بهتر کار کنم تا شرایطم رو به وضعیت بهتری تبدیل کنم. همیشه با بیشتر دونستن در شرایط بهتر بودن یا دسترسی داشتن به منابع بیشتر موفقیت به دست نمیاد. هر کمبودی، هر نقصی در زندگی شما وجود داره، مطمئن باشین که خداوند شانسی برای بهتر کردن اون به شما داده، وگرنه هیچ وقت تو این شرایط قرار نمی گرفتی.
آقای رابرت کیوساکی مقاله‌ای نوشته در مورد اینکه چرا خیلی از آدم‌های باهوش ثروتمند نمی‌شن. یکی از دلایلی که آدم‌های باهوشی با آی‌کیو بالا و عملکرد عالی در دانشگاه ثروتمند نمی‌شن اینه که هوش احساسی لازم رو برای به دست آوردن ثروت و موفقیت مالی ندارن. حالا 4 علامت هوش احساسی کم چی هستن؟ 1. خیلی به آهستگی اونا پولدار میشن چون که ریسک پذیریشون خیلی پایینه. چون کارمند هستن معمولا مالیات بیشتری هم پرداخت میکنن، نمیتونن هوشمندانه سرمایه گذاری کنن. پولشون رو تو بانک نگه میدارن و سود خیلی کمی از بانک میگیرن و همین مبلغ کمی هم که از این راه به دست میارن دوباره به صورت مالیات به دولت برمیگردونن. مورد دوم، آرزوشون اینه که خیلی سریع پولدار بشن. این افراد صبر لازم رو ندارن، چیزی که یکی از اجزای مهم هوش احساسیه. اونها از این شاخه به اون شاخه میپرن، از این شغل به شغل دیگه، از ایده به ایده دیگه میپرن، چیزی رو شروع میکنن که سریع خسته میشن و اونو رها میکنن. مورد سوم، پولشون رو خرج هوا و هوساشون میکنن. این افراد علاقه وحشتناکی به خرید کردن چیزایی دارن که لازمشون ندارن. اونقدر میخرن تا از پا بیفتن. پولشون رو صرف هوساشون میکنن. اونا همیشه میگن پول مثل ماهی از دستم لیز میخوره و فرار میکنه میره. 4. تحمل داشتن هیچ چیز ارزشمندی رو ندارن. به عبارت دیگه این افراد فقط به سراغ چیزایی میرن، دنبال کارایی میرن که اونا رو فقیرتر میکنه. مثلا من افرادی رو دیدم که میان توی املاک سرمایه گذاری میکنن و به محض اینکه پول و پلهی به دست میارن ملکشون رو میفروشن و با پولشون میرن بدهیاشون پرداخت میکنن یا حسابی به سرشون میزنه و یه قایقی میخرن و به تعطیلات میرن، یا اینکه یه ویلا میخرن میرن به تعطیلات. به عبارت دیگه اونا سراغ چیزایی میرن که ارزش کمی داره و به خاطر اون چیزها اون چیزایی هم که واقعا ارزشمنده میفروشن. افراد با خصوصیات بالا و با هوش بالا معمولا هوش احساسی کمی دارن. خیلی از این افراد به جای اینکه یک کسب و کاری برای خودشون راه بندازن دوست دارن بیان برای فرد دیگه کار کنن و یا اینکه به سختی برای یه چیزی تلاش کنن که هیچ وقت مالک اون نیستن. احساس ترس از بیکاری در اونا اینقدر شدیده که به جای کار کردن برای آزادی در به در به دنبال امنیت شغلی میگردن و به دنبال یه شغلی میگردن که امنیت داشته باشه. دوست خوبم، تشکر میکنم و قدردان هستم از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه بودید. پیشنهاد میکنم کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو را برای دوستاتون ارسال کنید.